سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. امروز 22 بهمن ماه سالگرد انقلاب اسلامی در ایران است. انقلابی که پیامدهای آن به گفته کارشناسان و به گفته حتی برخی از مسئولان حکومت برآمده از آن، آنچرا که مردم ایران بر سفره داشتند کم و بیش حذف کرد و نه تنها در عرصه اجتماعی سیاسی آزادی های وعده داده شده از سوی آیت الله خمینی را به ارمغان نیاورد، بلکه مردم آنچرا که در عرصه اجتماعی و سیاسی نیز داشتند در عرصه آزادی های سیاسی و اجتماعی از دست دادند. در آن سو کارگزاران و دولت مردان جمهوری اسلامی امروز در سالگرد انقلاب اسلامی نقاط و کارنامه مثبتی را در سخنرانی های خود برشمردند. محور سخنرانی های کارگزاران و دولت مردان جمهوری اسلامی بر استقلال جمهوری اسلامی، استقلال در جمهوری اسلامی چه معنایی دارد؟ در جهان امروز استقلال چه مفهومی دارد؟ آیا ایران از نظر اقتصادی وابسته تر شده است؟ آیا ایران از نظر اقتصادی توانسته است به حتی سطح کشورهای منطقه، سطح کشورهای همسایه خود برسند؟ آیا جوانان در جمهوری اسلامی آینده‌ای روشن‌تر از جوانان در پیش از انقلاب دارند؟ آیا زنان به آزادی‌های بیشتری دست یافتند یا حقوق به دست آمده خود را در پیش از انقلاب در پی انقلاب اسلامی از دست دادن؟ پرسش ها بسیار است. کارنامه انقلاب اسلامی، بررسی این کارنامه وقتی بسیار طولانی می طلبد. تلاش ما این بود که در سلسله برنامه های ویژه تفسیر خبر بخش هایی از این کارنامه را برشماریم و مورد بحث و تفسیر قرار دهیم. در این برنامه نیز چنین خواهیم کرد. با منو شما هستند در استکهلم آقای حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی، و در واشنگتن نسبتاً ابری آقای اردوان روزبه، روزنامه نگار و مدیر و سردبیر رسانه خبری رادیو کوچه. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. سلام به شما آقای اعتمادی در استکهلم. سلام به شما آقای چلنگی عزیز و به جناب آقای روزبه، همکارانتون و همیهنان عزیزم. ببینید، امروز سخنرانی ها بسیار بود، سخنان بسیاری گفته شد از آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا وزیر اطلاعات، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، تا سخنگویان وزارت خارجه و وزارت کشور و جاهای دیگه در حکومت اسلامی ایران. در تظاهرات امروز هم دیدیم که شعارهای مرگ بر آمریکا سر داده شد، حتی شعارهای علیه خانم رندی شرمن در راهپیمایی‌ها سر داده شد که رئیس هیئت مذاکره کننده آمریکاست در مذاکرات اتمی.
این راهپیمایی، راهپیمایی‌های امروز، سخنرانی‌های امروز رو آیا شما نقاط عمده‌ای درش می‌بینید که تغییر کرده باشه، نشونه تغییر سیاست عمده جمهوری اسلامی به ویژه در برابر غرب، به ویژه در برابر آمریکا باشه؟ خب حقیقت چه بخواید، من در خصوص سخنرانی‌هایی که امروز انجام شده از طرف مقامات حکومت اسلامی ایران در مراسم 22 بهمن، شاید پر اهمیت ترین اون رو سخنان آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور این کشور میدونم. همطور که اطلاع دارید ایشون در سخنرانی‌های خودشون در خصوص بهبود وضعیت کشور چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی و اجتماعی ادعاهایی رو کردن که به هر حال به نوعی مغایر با صحبت‌های ایشون تا همین یک هفته پیشه که در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی حضور پیدا کردن و در مصاحبه‌ای که در اون تلویزیون انجام دادن به روشنی گفتن که اوضاع اقتصادی کشور خرابه، اوضاع وضع انرژی کشور خرابه، چه از لحاظ به اصطلاح صدور گاز و در به اصطلاح مصرف گاز برای مردم و شهروندان ایرانی و چه در رابطه با تولیدات دیگر در عرصه انرژی. در صورتی که امروز آقای روحانی ظاهرا فراموش کرده بودن که همین فرمایشات رو یک هفته پیش به شکل دیگری امروز بیان کردن، گفتن که ما تونستیم تورم رو پایین بیاریم، تونستیم تولید رو بالا ببریم، تونستیم امنیت و ثبات رو در جامعه رشد بدیم و روابط بین المللی خودمون رو هم بهبود ببخشیم و وعده داده بودن که یا ادعا کرده بودن که اون چرا که گفته میشه در رابطه با مسئله تهدیدهای نظامی از سوی آمریکایی‌ها به هیچ وجه واقعیت نداره، هیچ طرحی در رابطه با مسئله حمله نظامی در ایران از سوی آمریکایی‌ها وجود نداره، در شرایطی که امسال برخلاف چند سالهای گذشته اصلی ترین شعارها شعارهایی است که در رابطه با آمریکا و اسرائیل از طرف به اصطلاح راهپیمایان مطرح میشه، همون شعارهایی که اوایل انقلاب بود، مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل، می جنگیم، سازش نمی پذیریم و جنگ جنگ تا پیروزی و شعارهای از این قبیل. بنابراین به نظر میرسه که همچنان مقامات و مسئولین حکومت اسلامی ایران بر اساس واقعیت‌های موجود چه در عرصه بین المللی و چه در عرصه داخلی مسائلی رو به مردم نمیگن و این هم به اصطلاح خیلی طبیعیه، به دلیل اینکه اوضاع اقتصادی کشور و همچنین اوضاع سیاسی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی اوضاع بسیار بحرانی است و مقامات حکومتی وظیفه خودشون میدونن یا تاکتیک ها و سیاست های درستی میدونن که بتونن با چنین صحبت های جامعه را آرام بکنن، امید بدن تا اینکه بتونن مراحل بعدی رو طی بکنن. آقای اردوان روزبه، من و آقای اعتمادی و تهیه کننده برنامه تینای عزیز به شما خوش آمد میگیم. خیلی از شما متشکر هستم، مرسی، ممنونم که در چنین روزی یعنی 22 بهمن در خدمت شما هستم و به طور جمعی اولین بار هست ما به شما خوش آمد میگیم. خیلی ممنون. خب آقای روزبه گرامی، ببینید این آقای حسن روحانی در روز ورود آیت الله خمینی بر آرامگاه آیت الله خمینی گفت امام خمینی، امام خب لفظی روحانی به کار برده، ریشه استبداد رو ریشه کند شد. یکی این امروز هم اتفاقا در حرفاشون باز همین حرف رو به نحوی تکرار کرده که انقلاب ما میبخشید انقلاب ما علیه استبداد بود. فرض کنیم اون استبداد مورد نظر آقای روحانی به همون شکلی که ایشون میگه بود، فرض بر این، ولی واقعا کسی که این حرفو میزنه خب بعدش یعنی این که استبداد دیگه نیست. آیا واقعا آنچه که پس از انقلاب اومد استبداد نیست؟
عرض کنم که بعید به نظر میرسه که آقای روحانی در برنامه مثل راهپیمایی 22 بهمن بگن خدا رحمت کند روح رضا شاه را، که مثلا ما متاسفیم از این اتفاقی که افتاده. پروازه است که وقتی ابزارهایی که در کنار هم جمع شده و آدم ها و سازکاری که جمع شده در طول 35 سال همیشه صحبت از مبارزه و تغییر و استبداد و نمیدونم از بین بردن زدن، امروز بخوام بیان بگن که نه ببخشید روح مرحوم رضا شاه کبیر شاد که ما آنچه گفتیم به دست نیاوردیم. و به نظر میرسه که قطعا نباید انتظار داشت که همه اتفاقاتی که در طول 35 سال گذشته افتاده این آدم ها بتونیم بگیم که ممکنه جز به جز مورد نقد قرار بدهند یا مورد بازبینی قرار بدن و بخوان تغییرش بدن. من فکر میکنم که جامعه ما در حال حاضر در راه یک پوست اندازی خیلی خیلی مهمه. آقای چلنگی، به نظر من تمام اتفاقاتی که داره در جامعه میفته نشانه های جالبی است از تغییر، تحول و یک مسیر لابد که هیچ کسی به نظر میاد نمیتونه اینو تغییر بده. به خاطر دارم در سالهای سال من روزنامه نگار اجتماعی بودم در ایران و معمولا بخشی از حرفه من ایجاب میکرد که در تظاهرات 22 بهمن باید با دوربین، با قلم، با ضبط صوت در خیابان میبودم، چون مسئولین رسانه هایی که کار میکردم و به هر حال گزارش هایی در این زمینه میخواستن. من همیشه به خاطر دارم که به هر حال درسته که یک عناصری اصولا از سر عادت یا حتی تفریح، چون به واقع من به خاطر دارم که بعضی واقعا از باب تفریح و دیدن مردم، بعضی از باب پیدا کردن دوست پسر یا دوست دختر، بعضی بابت خوردن یک آلام، چه میدونم نوشیدنی یا چه، و بعضی هم واقعا با اعتقاد، بله به هر حال، و یا حتی بعضی هم با اعتقاد کافی و واقعی به این روز می آمدن اونجا، اما هیچ وقت نه اون گروهی که برای نمیدونم گشت و گذار و دیدار و به قول ما مشهدی ها گهده کردن می آمدن، نه اونهایی که خیلی انقلابی بودن از دورنگی یا یک کانترست به قول معروف برخوردار نبودن، یعنی دو جماعت دیده نمی شد توش. اما اتفاقات عجیبی که متضمن در واقع تضمین کرد این حرکت ها و این اعتراض ها رو در سال 88، یعنی حضور پیوسته مردم، این رنج عمیقی که این مردم کشیدن در طول روزهای سخت بعد از انتخابات 88 به نظر من که به باور خیلی ها به ثمر نشست و به باور من اگر تصویر روشنی از به ثمر نشستن از خودش نشون نداد، تغییرات اساسی رو در بنیانهای که تصور حکومت در ایران بود ایجاد کرد و اونو به تغییر واداشت، یعنی اون لرزه ای رو به وجود آورد که حالا به نظر میرسه دیگه قابل تغییر نیست. در تظاهرات امروز در 22 بهمن نقطه های متناقض به وفور پیدا میشد. به این علت که شما در یک جا شعارها بر علیه آمریکا میدید با گزینه ها و الفاظ بسیار تند و حتی گاهی بدتر از روزهایی که حالا پیش از این داشتیم و حتی در دوره‌های قبلی، و از یک طرف تظاهرات کنندگانی که برای سالگرد انقلاب اسلامی خارج شده بودن از خونه شما در تظاهرات دستگیر شد، از یک طرف سپاه پاسداران با انتشار تراکت ها و پوستر های مختلف امریکا رو به چالش و مبارزه دعوت میکرد، و از یک طرف رئیس جمهوری ایران آقای حسن روحانی پیشنهاد صلح و دوستی و برابری و رفاقت در جامعه جهانی میداد. این تناقض بسیار عجیب و جالبیه به نظر من. ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که در حاکمیت امروز کسی مثل آقای حسن روحانی بیاد و بگه من متاسفم از ظلمی که به مردم در 35 سال گذشته شده، که قطعا شده. هیچ کس حاضر نیست در این دوره با این حرکت بره جلو، چون این حرکت باعث این میشه که مردم وارد یک چالش بزرگتر بشن و حاکمیت نمیتونه اینو قبول بکنه. لذا مطمئنا نمیشه منتظر بود که اونها در مورد تغییراتی که در جامعه به سمت پایین متاسفانه بعد از انقلاب به وجود آمده صحبت بکنن. اما از طرفی رفتارها خیلی جالب، از یه طرفی خانم شرمن در ایران مورد حمله خطاب قوار قرار میگیره، از سوی تظاهر کنندگان سپاه پاسداران تهدید میشه غیره غیره و هر چه که هست، ولی از یه طرف دوم شما میبینید که در یک مسیر مشخص میپذیرن که غرب نظارت بیشتری بر آژانس نظارت بیشتری
بیشتری بر وضعیت فعالیت اتمی ایران داشته باشه، وضعیت خیلی از مسائل داره روشن‌تر مطرح میشه. من فکر میکنم یک مسیر لابده که همه، شاید همین آدم‌هایی که کمی عقل داشته باشن در اون مملکت از طبقه حاکمیت پذیرفتن که این تغییر اگرچه با سرعت نمیشه ولی لزومش حتی برای تداوم حکومت هم واجبه. خب صحبت عقد شد آقای اعتمادی عزیز. این آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی حرفی زده که میگه که اگر این 5 به اضافه 1 عاقل باشه باید حمایت مردم رو، اشارش به همین راهپیمایی ها و ایناست، حمایت مردم رو از مذاکره کننده ها ببینه. اولا حمایت مردم از مذاکره کنندگان چرا 5 به اضافه 1 وقتی نگاه میکنیم اینو مثلا فرض کنیم حتی هر تعدادی حمایت میکنند از مذاکره کنندگان حالا تسلیم خواسته های جمهوری اسلامی بشه یا هرچه، اما از اون طرف اتفاقا خودت محمد جواد ظریف این دیپلمات خندان ولایت فقیه ایشون گفته که همزمان با مذاکره نیازمند وحدت هستیم. از طرف دیگر میبینیم در مجلس اتفاقا پریدن به این مذاکره کننده با این ارزیابی شما رو میشنویم در این باره، چون این داستان شعار علیه خانم اندی شرمن و اینا در راهپیمایی امروز اصلا این مسئله برنامه اتمی جمهوری اسلامی هم هست و مسئله مذاکرات. تحلیل شما رو میشنویم چه بر سر ایران آمده است در ارتباط با برنامه اتمی ولایت فقیه. ببینید آقای چلنگی، اگر مشخصا بخوایم در رابطه با وضعیت بحران هسته‌ای کنونی حکومت ایران بخوایم صحبت بکنیم، بر اساس اشاراتی هم که شما فرمودید در طی روزهای گذشته ما می‌بینیم که لحن مقامات وابسته به حکومت چه از طرف روحانیت مانند آقای جنتی و چه از طرف مقامات نظامی مانند آقای فیروزکوهی لحن تهدیدآمیزی بود علیه امریکا و خانم شرمن و سایر آقای کری. همه اونها پیام‌هاشون نسبت به این مسئولین دولتی امریکا این بود که ما تسلیم خواستای شما نمیشیم، تسلیم تهدیدهای شما نمیشیم و آماده هستیم برای مقابله نظامی و برای به اصطلاح درگیری‌های هرچه شدیدتر در هر سطحی. از طرف دیگر خبرهایی که مبنی بر فعالیت‌ها و آزمایش‌های موشکی است که از طرف مقامات سپاه پاسداران در رسانه‌ها و سایت‌ها و مطبوعات حکومتی ایران منتشر میشه، اینها بی‌دلیل نیست و تنها چیزی که میتونه عامل یک چنین موضع‌گیری و تبلیغات سیاسی از مقامات رسمی حکومتی باشه این است که اونها به توافقات انجام شده در ژنو در رابطه با مسئله بحران هسته‌ای اطمینان ندارن، اعتماد ندارن و بنابراین همپای مقامات امریکایی که اونها هم به حکومت اسلامی ایران اطمینان ندارن سعی میکنن که شرایط رو به همین صورت نه جنگ و نه صلح نگه دارن. آقای روحانی نمیدونه یا اگر میدونه احتمالا بر اساس سیاستی که دارن این رو سعی میکنن لاپوشانی بکنن، چون موقعیت نه جنگ نه صلح یعنی عدم ثبات، عدم امنیت در جامعه و در تمام عرصه ها و برخلاف اون چیزی که آقای روحانی میفرماین که رشد اقتصادی پیش اومده و تورم پایین اومده و این ادعای کاملا غیر علمی و نادرسته، چرا که وقتی که جامعه دچار انواع بحران‌های اقتصادی تولید انجام نمیگیره، کارخانه ها روز به روز رو به تعطیلی کشیده میشن، پولی در میان نیست برای به اصطلاح سرمایه گذاری از کشورهای خارج در ایران صورت نگرفته، اینها نشون دهنده اوضاع بحرانی و شدت یافتن بیشتر همه اینهاست. بنابراین ما شاهد این تناقض هستیم همونطور که شما اشاره کردید که مقامات حکومت اسلامی در برابر وضعیت کنونی لحن آرام و صمیمانه و دوستانه با کشورهای غربی و به خصوص امریکایی ها ندارن. اردوان عزیز اگه کوتاه بفرمایید ممنون خواهیم شد. ببینید اشاره کردید که آقای روحانی نخواهد گفت
حتی اگر در دلش هم چنین فکر کنه که درود بر روان رضا شاه. البته آقای قالیباف در انتخابات گفته بود من میخوام یک رضا شاه اسلامی باشم یا هرچی یا رضا خان به گفته ایشون اشاره کرد. ببینید اما این نکته رو اشاره هم کردی که جامعه در حال تحول هست به هر شکلی. زنان در ایران پیش از انقلاب دارای حقوقی بودند، به مرور به این حقوق دست پیدا کردند، به مرور تحولاتی در تأمین حقوق زنان در ایران پدید آمد بعد از اصلاحات سیاسی اجتماعی محمد رضا شاه پهلوی که به انقلاب ششم بهمن، انقلاب سفید معروف. برام میبینیم بعد از انقلاب هست که حقوق زنان نه تنها اونچه که داشتن کم و بیش از دست دادن، بلکه خب در خیابون و کوچه و خیابون در تظاهرات هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، کشته شدن در بسیاری از تظاهرات، ندا آقا سلطان و بقیه. بسیاری از زنان در زندان بودن، حتی وکیل زن به زندان رفت. عرض کنم خدمتتون این رو هم اشاره بکنم، اولین قاضی زن در ایران پیش از انقلاب بود، خانم شیرین عبادی بود، اولین قاضی زن در ایران. در بسیاری از کشورهای منطقه زن حق قضاوت نداشت، هنوزم نداشت. برای یک سوال هست، اینکه از 23 بهمن تا به امروز همچنان میبینیم که زنان ایران هستند که در صف اول هستند در اونچه که مقاومت در برابر خواسته های ولایت فقیه حکومت ایران نامیده میشه. علت و انگیزه اساسی این رو شما چجور توضیح خواهید علی‌رغم سرکوب موجود؟ تعریف آزادی و حقوق انسانی در هر جامعه یه سری شاخص داره برای خودش، بر اساس اون شاخص ها میشه گفتش که انسان ها داره چه حدی از حقوق انسانی و چه حدی از آزادی هستن. یکی از مهمترین شاخص های تشخیص آزادی و حقوق انسانی در یک جامعه حق آزادی و حق زندگی برای زنان هستش. در جامعه‌ای که هرچه به سمت پایین‌تر میزان این حقوق برای زنان وارد بشه، این جامعه قطعاً از آزادی نسبی برخوردار نیست و قطعاً میزان آزادی و میزان رعایت حقوق انسانی از دیدگاه‌های حقوق بشر و دیدگاه‌های حقوق حتی قضایی و مدنی قطعاً پایین‌تر حد ممکن قرار می‌گیره. پر واضحه که مسیر طولانی مبارزه برای رسیدن به حقوق حقه زنان مسیری تازه نیست و سالهای سال درش تلاش شد زنان مختلف در جایگاه‌های مختلف از پیش از این، از شاید قرن‌ها پیشتر از این، اینها سمبل مبارزه برای آزادی و حقوق انسانی و مدنی بودند. این تعریف روشنی است که با ورود به قرن بیستم و همچنین قرن بیست و یکم این موضوع در جامعه جهانی پررنگ‌تر شده و در نتیجه زنان ایرانی هم مثل بسیاری از زنان دیگه برای رسیدن حقوقشون به حقوقشون قطعاً مبارزه کردن و میکنن. البته آقای شالنگ من ترجیح میدم که اینجا یک اشاره هم بکنم، در واقع مسئله به دست آوردن حقوق زنان در ایران صرف مسئله گرفتن حق ستاندن از حاکمیت نیست. اصولاً من همیشه فکر میکنم که همه اتفاقاتی که در ایران میفته ناشی از حاکمیت نیست. همه این اتفاقات به نظر میرسه که بخشیش اگرچه متوجه قطعا حاکمیت میشه، ولی بخشیش در جامعه است، در فرهنگ ما، در فرهنگ مرد سالار ما، در فرهنگ جامعه ما، سنتی ما، مردمانی که بسیاری هنوز حق زن رو قبول ندارن، مردمانی که حقوق برابر رو نمیپذیرن، کسانی که زنان رو موجودات ضعیفی میدونن، کسانی که زنان رو شاید دارای حق تحصیل و یا حتی پیشرفت نمیدونن، کسانی که زنان رو برابر با مردان نمیشناسن، اینها همه در حکومت نیستن. اینا بخشی از جامعه ماست که متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی چون فضا و بستر برای این تفکر بیشتر مهیا شد، این رنگ و بوی بیشتری گرفت. خب همین اینی که در جامعه هست آقای روزه، ریشه این که در جامعه هست از کجا میاد؟ از تعلیمات مذهبی به روایت ملای شیعه بر منبره؟ از کجا میاد؟
برای اینکه خیلی معتقد هستن که در یک شرایط ایران زنان مقام ارجمندی داشتن، از زمانی که منبر در میانه میدان آمد و ملای شیعه بران نشست و تعلیمات مذهبی و حقوق زنان از دریچه دیدگاه روحانیت شیعه تعریف شد یا روحانیت اسلامی تعریف شد، چون این مشکلاتی به مرور در جامعه رسوخ کرد. البته من معتقد هستم که فقط روحانیت شیعه نبوده آقای چالنگی، و من فکر میکنم که وقتی که روحانیت حاکم... اسلامی یا شیعه، من معتقدم وقتی که پای اصولا حاکمیت دینی وارد کار میشه همه جا به مشکل برمیخوریم. من خیلی دیگه نمیخوام حالا وارد بحثای تاریخیش بشم، ولی شما حتما بهتر از من میدونید که در دوره حتی بنابر فرمان مغان زرتشتی، حتی زنان که در دوره عادت ماهی بودن در طویله نگه داشته می شدن، و این چیزی نیستش که فقط مربوط به روحانیت شیعه باشه. و متاسفانه حاکمیت دینی باعث این میشه که، چون به نظر می رسه دین رو اصولا مردان نوشتن، حاکمیت دینی هیچگاه به معنای واقعی کلمه به نفع زنان تموم نشده. برنمی گرده فقط به حاکمیت شیعه یا حاکمیت اسلامی و یا حتی حاکمیت زرتشتی. به نظر من در تقریبا وقتی حاکمیت دینی به وجود میاد، این عدم برابری خیلی پررنگتر میشه. حالا بستر وقتی فراهم میشه، در دوران پیش از انقلاب ایران، اگرچه که تحولات بسیار بزرگی در ایران به وجود میاد و جامعه میل به بهبود پیدا میکنه، بنابر فرصتهایی که به وجود میاد، ارتباطی که با جامعه خارجی ایجاد میشه، فرهنگ غیر ایرانی، تماسی که دانشجویان اهل اندیشه با خارج پیدا میکنن، خیلی چیز عوض میشه. اما شما باید نباید فراموش بکنید که در همون دوره این مربوط به طبقه خاصی است. اگرچه ممکنه که در طول دراز مدت اگر حاکمیت عوض نمیشد در ایران، این تغییر به لایه‌های دیگر جامعه هم وارد میشد، ولی ما در همون زمان هم طبقه ای داشتیم که بخش عمده ای از جامعه رو تشکیل میداد، کسانی که نمیپذیرفتن زنان در بیرون کار بکنن، کسانی که نمیپذیرفتن زنان حقوق برابر دارن، کسانی که زنان رو فقط در آشپزخونه میپسندیدن، کسانی که برای زن حقی قائل نبودن، همون دوره هم بودن. منتها با این تفاوت که البته به مرور این طبقات هم به گفته خود شما احتمال داشت که به بقیه بپیونده. بله، در صورتی که این شرایط به وجود می آمد، به هر حال این مسیر ناچار بود. همین طبقاتی ما داریم راجع بهش صحبت می کنیم در همین کشوری که ما و شما داریم زندگی می کنیم، ایالات متحده هم بودن، نه مال خیلی دورتر از اینها، مال 40-50 سال پیشه، که زنان اگر می‌خواستن کنار سال را برن، دامنشون روی گشت ارشادی وجود داشته که سانت می‌کرد، اگر از یه حدی بالاتر بوده با دستگیرشون می‌کرده. منتها شرایط مهیا شده، بستر وجود داشته، انسان‌ها رسیدن به حقوق برابر و آزادی هایی که تعریف شده در قانون و در جامعه تصریح پیدا کرده بعد از خب این نکته هست. اگه بخوام با جای دیگه مقایسه بکنیم، میگم در زمانی که زنان در ایران امکان اینو یافتن که رأی بدن، صاحب حق رأی شدن، در برخی از کشورهای اروپایی هنوز چون این حقی رو نداشت. ما خیلی از آزادی ها رو، من شخصا وقتی به تاریخ مرور میکنم، رجوع میکنم و برگهای از اون رو مرور میکنم، در بسیاری از اتفاقاتی که بعد از دوران رضا شاه در ایران اتفاق میفته و تداومش در دوره‌ای که فرزند ایشون در حاکمیت در ایران هستش، پر واضحه که به دلایل خیلی مختلفی فرصت های خیلی خوب و طلایی برای مردم ایران برای همسانسازی با جوامع پیشرفته. اما این که واقعا همه اخشار اون جامعه اینو میپذیرفتن، من معتقدم نه. دلیل هم دارم براش. یکی از دلایلی که ما شاهد انقلاب اسلامی در ایران هستیم به نظر میرسه بخشش همینه، همونه که خیلی از بخشای اجتماع نمیپذیره. اگر آقای روز بخوایم اردوان عزیز ببین بخوایم خیلی خلاصه بگیم، یعنی بگیم علت این که زنان در برابر خواستای جمهوری اسلامی مقاومت میکنن خیلی کوتاهی بفرمایید. بله. از روز اول تا به امروز زنان رو ما میبینیم ایستادن روبروی اختناق، روبروی سرکوب جمهوری اسلامی. اینی که در طول تاریخ، بله، بسیار بحث جذابی هم هست، امیدوارم روزی بتونیم برسیم به اینجای وقت داشته باشیم بپردازیم به ریشه‌های پایمال شدن حقوق زنان در ایران، از کجا میاد به کجا میرسه، اسلام چه حقوقی رو اضافه میکنه چه حقوقی کم میکنه، روحانیت زرتشتی چه کارهایی کرده بود. امیدواریم برسیم یک روزی و بحث بسیار جالبی است. این رو چطور توضیح میدید؟
من اینجوری اسلام میکنم که زنان در ایران حتی در بعد از انقلاب هم که بخشش حالا به نظر من ناشی از همون دانسته های قبل از انقلاب و در بعد از انقلاب مبارزه کردن، اساساً با حاکمیت به نظر من مشخصاً مبارزه نکردن. اساساً زنان در ایران برای رسیدن به حقوقشون در برابر جامعه ای تلاش کردن که بخشش حاکمیت و بخشش پدران، مادران، برادران، دایی ها، عموها و غیره اونها بودن. ما اینجوری بهتر تعریف بکنیم این قضیه. اونها برای حقشون در برابر جامعه مبارزه کردن که اونها رو نمیپذیرفته. آقای اعتماد، تعریف و تفسیر شما رو در این زمینه میشنویم. به اضافه اینکه پیش از انقلاب چون این مبارزه ای و به این شکل علیه آقای روزبه، درست میگن، ریش بخشی از این ریشه ها در خود جامعه هست، کما اینکه بسیاری از مردان هستن از این موقعیت ضد زن حکومت سوء استفاده هایی هم میکنن، هرچند هم مردم مخالف حکومت هم هستن برخیشون، ولی خب پیش از انقلاب مبارزه علیه خانواده ها زیاد به این شکل گسترده نبود، تظاهرات خیابانی بشه. شما تفسیر و تحلیل شما رو میشنم. بله، اصلاً جناب چلنگی، من هم معتقدم که تبعیض بین حقوق زنان و مردان در دوره‌های گذشته، در قرون گذشته، حتی در کشورهای غربی هم وجود داشته، ولی بعد از انقلاب صنعتی و طبیعتاً رشد فرهنگی و مبارزه اجتماعی از طرف نهادهای مردمی که طبیعتاً بخشی از این نهادها متعلق به زنان بود، به مرور این پیشرفت‌ها شکل پیدا کردن و زنان تونستن در جوامع مدرن و پیشرفته امروز به حقوق برابر خودشون دست پیدا بکنن. من معتقد هستم که علارغم مانع وجود مسائل فرهنگی در جهت پیشرفت در جامعه ای، اما قوانین حاکم بر جامعه است که زمین سازی میکنه هم برای تحقق حقوق برابر همه شهروندان، صرف نظر از این که چه جنسیتی دارن و یا صاحب چه فکر و اندیشه و مذهبی هستن، و هم این که باز دولت‌ها و حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی بر اساس موقعیت و شرایط خودشون زمینه‌های رشد فرهنگی رو در جامعه ایجاد می‌کنند. بنابراین زمانی که قوانین حاکم بر یک کشور و حکومتی که بر سر کاره و نظامی که بر سر کار هست با به اصطلاح فعالیت چه در عرصه مسائل فرهنگی و چه در عرصه قوانین حاکم بر جامعه زمینه های برابری حقوق همه شهروندان رو به واقعیت اینه که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اعمال فشار از سوی انقلابیون مسلمان که قدرت رو در دست داشتن از روز نخست، زنان ایران بیشترین فشارها و بیشترین به اصطلاح محدودیت هایی بود که از طرف حکومت درشون تحمیل می شد. اما ما می بینیم که در اولین روز جهانی زن، 11 اردیبهشت، زنان ایران از طبقات و اقشار مختلف، چه کارمندان، چه به اصطلاح فرهنگیان و دانش آموزان و دانشجویان، بزرگترین تظاهرات رو در برابر حکومت برگزار میکنن، بدون حمایت سازمان های سیاسی، بدون حمایت جامعه سیاسی و روشنفکری ایران، اما یک تنه در مقابل حکومت نیستن و خواهان آزادی های شخصی، فردی و اجتماعی خودشون میشن. به نظر من این نشانه رشد و آگاهی جامعه ما بود که در پیش از انقلاب اسلامی در پروسه حمایت قانونی از طرف حکومت قبل از انقلاب و پیشرفت‌های فرهنگی در جامعه به وجود اومده بود. جناب چالنگی، من در دوران نوجوانی و جوانیم در جنوبی ترین نقطه شهر تهران زندگی کردم، در نازی‌آباد. در نازی‌آباد ما بزرگترین مؤسسه آموزشی مختلط دختران و پسران فرح رو داشتیم که تمام دختران و پسران این منطقه در چیزی در حدود 5000 نفر در این مرکز آموزشی تحصیل می‌کردند با اونیفرم‌های متعدد شکل
و با امکانات فرهنگی و آموزشی بسیار پیشرفته. سطح پیشرفت فرهنگ جامعه ما واقعیت این است که بعد از انقلاب مشروطه و به روی کار آمدن رضا شاه به شکلی رشد میکنه که میتونه به سرعت سطح آگاهی و فرهنگ جامعه رو به حدی رشد بده که حتی خانواده های مذهبی که عمدتا در طبقات و اقشار پایین جامعه بیشترین شاید آمار رو در اونجا ما بتونیم ببینیم میپذیرن که دختران خودشون در کنار پسرها در مراکز آموزشی تحصیل بکنن، فعالیت بکنن، در مراکز فرهنگی مانند کاخهای جوانان که در مناطق مختلف شهرهای گوناگون تأسیس شده بود و دختران و پسران در کنار هم در عرصه مسائل فرهنگی و آموزشی تحصیل میکردن، آموزش میدیدن و طبیعتاً در عرصه فعالیت‌های شغلی و اجتماعی هم نیز زمینه‌های بسیار مساعد و پیشرفته‌ای به وجود اومده بود. بنابراین جمع‌بندی که من در این رابطه میتونم بکنم اینه که نظام‌های سیاسی و قوانین حاکم بر یک کشور وظیفه داره هم در عرصه مسائل فرهنگی رشد ایجاد بکنه و تعصبات جامعه رو نسبت به تفاوت جنسیت بین زن و مرد رو از بین ببره و در عین حال کمک بکنه که با حمایت قانونی در برابر اون کسانی که نمیخواهند این برابری و این به اصطلاح مساوات رو بپذیرن برخورد قانونی بکنه. این مسئله است که در تمام جوامع پیشرفته پیش اومده، در جامعه ما وجود داشت، اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین تغییر کرد، محدودیت های زیادی به وجود اومد و حاصلش اون چیزی شد که امروز ما شاهدش هستیم. اما نکته‌ای که تو پرسش شما بود اینه که چگونه است که زنان ایرانی بعد از 35 سال هنوز و همچنان در برابر سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی که از سوی حکومت و نهادهای وابسته به حکومت تحمیل میشه مقاومت میکنن. به نظر من نتیجه و حاصل همان دورانی است که مادران زنان امروز و دختران جوان امروز درش آموزش دیده بودند، تربیت شده بودند و به حقوق نسبی خودشون آگاه شده بودند و فرزندان خودشون رو امروز به شکلی تربیت کردند که ما میبینیم بسیاری از اونها حتی بعد از 33 35 سال سرکوب و اچافی که به حقوق اونها میشه مقاومت میکنن و در برابر هیچ کدوم از سیاست‌های حکومت کنونی تسلیم نمیشه. من چند نکته رو خیلی تون بگم. اولین حقی که ضایع شد یا اولین حقی که محترم شمرده میشه و بعد ضایع میشه بعضی وقتا حق پوشش، انتخاب پوشش هست. البته ضوابط همه جا هم داره، بله، برهنه نمیشه در آمریکا جایی هم رفت. انتخاب پوششی که همه ما استنباط میکنیم، همین لباسی که زن و مرد میپوشن، این رو جمهوری اسلامی لغو کرد. این حق رو، حق پوشش رو از زنان ایرانی گرفت، همون که در اول انقلاب از مردان ایرانی نیز گرفت. دومین نکته رو که من اشاره کردن آقای اعتمادی به تظاهرات یکم اردیبهشت سال 58، سالگرد روز جهانی زن در ایران، که زنان بانوان بسیاری در اونجا شرکت کردن. تظاهرات خیلی گسترده‌ای بود در برابر نخست وزیری آقای مهندس بازرگان، نخست وزیر آیت الله خمینی بود در اونجا. تظاهراتی که کردن متاسفانه مورد حمله اکثر سازمان‌های سیاسی هم قرار گرفت. دولت آقای بازرگان، سخنگویاش، برخیشون، خود آقای بازرگان نه، تلویحاً کلماتی رو به کار بردن راجع به بانوانی که در تظاهرات بودن که من حتی بعد از این همه سالا ما خجالت میکشیم. حزب توده، برخی دیگه از سازمان‌های مختلف سیاسی از جمله بخشی از جبهه ملی و بقیه تظاهرات خواستار رواج فحشا شدن و از این قبیل حرفا زدن و سازمان شریکای فدایی خواست مورد حمله قرار دادن زنانی و بانوانی رو که تظاهرات کرده بودن و میخواستن اولین سنگ بنای در برابر عرض کنم خدمتون
هجومی که برای پایمال کردن حقوق زنان در راه بود. حزب توده اون موقع روزنامه کیهان رو در اختیار خودش داشت، ارگان بزرگش بود و تعداد نشریات بسیار زیاد دیگری که در خود حزب منتشر میشد. بگذاریم از اینکه گردانندگان روزنامه کیهان خودشون بعدها نیز گرفتار زندانهای ولایت فقیه شدن، و بگذاریم از اینکه برخی از اعضای حزب توده همچنان در حکومت اسلامی ایران مشغول کار هستن. صحبت مدارس مختلف شد، این رو هم بگم، به دلایل مختلف، شاید شرکت نفت بود. سالیان سال پیش، حتی زمان کودکی بنده، یعنی قبل از کودکی بنده، در شهر ما مسجد سلیمان مدارس مختلف، دبستان مختلط مهر که بعدها به دبیرستان مهر تبدیل نام پیدا کرد که دیگه دو مدرسه دخترم، اما دبستان مهر در نزدیک نسل جوان مسجد سلیمان، برای اینکه یادش بیاد، نزدیک استادیوم فوتبال امروزی مسجد سلیمان است. تا لحظات دیگه با شما عزیزان خواهیم بود. تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. آقای اردمان روزبه عزیز، جشنواره فیلم فجر بود، سینمای فجر بود، به پایان رسیده، شما به طور دقیق در جریان هستید. آنچه که در پی اون اتفاق افتاد در قابل توجه هست این که مجری تلویزیون، مجری جشنواره، آمده و بسیاری از شرکت کنندگان جشنواره رو هم مورد حمله قرار داده، فیلم هایی که بوده، یعنی گفته حتی بعضی از فیلم ها خیانت به مردم و ملت و اینها بود. چطور رسی به این سرعت اردمان میشه تشخیص داد که خیانت به ملت، به مردم، به اسلام در عرض چند دقیقه فوری یا چند ساعت یا یک روز دو روز جشنواره برپا میشه؟ بعد استاد تلویزیون آقای زرقامی میاد و میگه که آقای شهیدی فرد این فیلم ها اصلا بی حیا بودن، شرم و نجابت در اونها اصلا معنی نداشت. از این صحبت در مورد یکی دو فیلم مثل فیلم های آقای ایرانی ببنید. عرض کنم که وقتی آقای یوسف علی میرشکاک، شاعر انقلابی و مورد توجه رهبر ایران، در سخنان اخیرشون میفرمان که اصولا ایران و جمهوری اسلامی به سینما اساسا احتیاج نداشته، چرا که اگر نیاز بود ساز و کارش رو شخص خود رسول خدا مهیا میکرد، فکر میکنم توقعی دیگه بر مجری برنامه نخواهد رفت. یعنی گفته انگر لازم بود در زمان صدر اسلام اسلام وسایل سینما رو فراهم میکرد؟ بله دقیقاً. شما حتما توجه بفرمایید به گفته های آقای یوسف علی میرشکاک، شاعر انقلابی و شاعر مورد توجه بیت مقام رهبری. ایشون در اظهارات اخیرشون گفتن که هیچ وقت ما به سینما احتیاج نداشته و نداریم، به جهت اینکه اگر لازم بود سازوکارش رو شخص رسول الله مهیا میکرد. من فکر میکنم که با گفتن این جمله تقریبا دیگه نیازی نیست اصلا آدم دیگه خیلی راجع به بقیه این ماجرا صحبت بکنه، به جهت اینکه وقتی آدم هایی که به هر حال ارتباط و نشست و برخاست بسیار نزدیکی با رهبر ایران دارن، برداشت و نگاهشون اینه. قبلا هم ما بعضی از دستندرکاران سابق سینما و بعد آدم های سینمایی رو در دوره آقای احمدی نژاد دیدیم و شنیدیم که زنان رو در سینمای ایران زنان ناسالم معرفی میکنن و سینما ایران رو سینمای فساد و فحشا تلقی میکنن و این برداشت تازه ای نیست. اتفاقا من از یکی از همین تارنماهای خبری وابسته به جریانهای بنیادگرا در ایران، یا حالا به هر حال به نوعی من اسمشو میذارم بنیادگرای افراطی که هر کار بکنن با سر همون خط اول ایستادن، دیدم یه مجموعه عکسی منتشر کرده و از مردم عذرخواهی کرده که مجبور شده این عکس‌ها رو از زنان شرکت کننده در جشنواره فیلم فجر منتشر بکنه تا مردم ببینن چقدر اینها فاسد و فاجر هستن. و پر واضحه که من وقتی میخواستم
روی این نوشته کلیک بکنم و عکس‌ها رو ببینم، واقعا به خودم فکر کردم اینها چه چیزی رو تونستن ببینن و چقدر غم‌انگیزه در جامعه‌ای که هنوز مردم به هر حال به این شدت هنجار شکنی‌ها کار معمولی نیست، چطور این کارو کردن که تا اینا بده کرد تا اینا عذرخواهی کردن. و من تمام تصویر رو نگاه کردم، دیدم یه سری خانم بازیگر هستن، عکسایی که از اینها گرفتن عکسای با روسری هم از اتفاقا و هیچ نقطه عجیب غریبی هم توش وجود نداره و اونها معتقدن که اینها فاسدن و در جشنواره فیلم فجر با این چنین ظاهری حضور پیدا کردن. طبیعی است که نباید توقعی هم داشت که اون مجری جز این فکر بکنه. اینها بنیانش به نظر من در یک تفکر و اندیشه مشخص آقای چالنگی. وقتی ما باورمون بر این هست که به هر حال آدم ها بدند، به هر حال عجیبه که من فکر میکنم اگر به پیام ها و نظرهایی که در حالا کتب شیعه برسیم و نگاه بکنیم، میبینیم بس همیشه از برابری است، از دوستی است، از اینه که حتی خیلی از اهل شیعه معتقد هستن که امام اولشون امام علی در خیلی از موارد با این تأکید که ایشان دید رو نادید کرده و اون ماجرای مشهوری که فرد مستی رو میبینه و میگه ندیدم، با این تکیه میکنن. ولی عجیبه که این عصبانیت و خشم نهادینه در وجود این آدم ها وجود داره که تا جایی از اندکی احقاق حقوق فردی افراد میشه. یعنی حالا فرض رو بر این بگذاریم که اصلا حجاب اینها عقبتر جلوتر یا این آدم در زندگی فردیش حتی مشروب میخورده، واقعا هنوز این جامعه و حاکمیتش به این نرسیده که انسانها حق فردی دارن که میتونه از اون حق استفاده بکنه. این اهمیت داره به نظر من، چون در وجود اینها نهادینه است، به هر حال همه افراد رو یا فاسد میبینن یا فاجر میبینن یا دارای عیب میبینن و ریشه‌اش هم در همین تفکریه که خشک و غیر قابل انعطافه به نظر من. خب اینی که اشاره کردن این آقای یوسف علی میرشکاک اگر چنین میشد، نمیدونم، لابد الان اگر پیامبر اسلام به گفته ایشون لازم میدونستن لابد کار ساز و کار سینما هم درست میکردن، اگر چنین میشد طبعا امروز روز دیگه مثلا آیت الله مصباح یزدی یه جور فدریکو فلینی بود دیگه. یا از کنم خدمتتون صحبت سینما شد، من اگه گاهی پر چونگی میکنم برای اینکه بعد نسل جوان مهمانان ما موضوع صحبتشون نیست، اینه که بعد نیست نکاتی رو برای نسل جوان بگیم. صحبت سینما شد، قطعنامه آشورا، قطعنامه آشورای انقلاب، روز آشورا بود، راهپیمای قطعنامه که صادر کردن. چند شب قبلش در تلویزیون شبکه 2 یک فیلم از اینگمار برگمن نشون دادن، فیلمساز معروف سوئدی، خداوند بیامرزه او رو، به عنوان همچون در یک آینه، اسمی شبیه این. صحنه‌های فیلم‌های برگمن بسیار فیلم‌های ارزشمندی هستن، اکثرا بهر صحنه‌های باب طبع اون موقع انقلابیون انقلابیون اسلامی نبود. ببینید متن قطعنامه یکی از مواردی که خواسته بود زندان آزادی زندانیان سیاسی فلان فلان یا هرچه، دومی یا سومی یا چهارمی این که توقف نمایش فیلم های منافی افت از تلویزیون ملی ایران به ویژه فیلم های اینگمار برگمن، این در قطعنامه هست، در مدارک انقلاب هست، میتونید برید سرچ کنید، تحقیق کنید و ببینید. این متن این قطعنامه رو باید که داشتیم به یه نحوی، اتفاقا در سوئد شما من بودم، یک کسی که از دستیاران برگمن بود و موقع هنوز زنده بود و برگمن البته سن گذشته بود، من به ایشون دادم و اصلا باور کردنی نبود برای اون دستیار در استکهلم ایشون. عرض کنم خدمت شما آقای اعتمادی، ببین قطعنامه این راهپیمایی امروز هم منتشر شده، حالا انشاءهایی هست، نوشته شده هر چی که هست، یک نکته درش هست و اون این که ملت مؤمن و ولایت مدار ایران، صحبت این ملت مؤمن و ولایت مدار در متن قطعنامه چند جایی اومد. این ملت که ملت ایران باشه، بخش عظیمیش اهل سنت هستن، بخش عظیمیش اهل ولایت فقیه نیستن، جزو ملت نیستن آقای اعتمادی.
همکمان که دیدیم در شهرهای کردنشین ایران، یعنی هموطنان کرد امروز آنچنان خبری نبود جز طبیعیه. برحال یکی از دستاورت ها اگر بخوایم بگیم، یا یکی از نتایج انقلاب این بود که رابطه به وجود اومدن دولت و ملت که یک پدیده مدرن امروزی بود که از غرب به ایران هم آمده بود در دوران پیش از انقلاب، به هم ریخت و ملت تبدیل به امت شد و دولت هم به یک معنا اگرچه به ظاهر وجود داره، اما دولت تحت فرامین کسی است به نام ولی فقیه. شما در فرمایشات آقای حسن روحانی هم که سعی میکنه به نوعی مسائل امروزی رو در صحبت‌های خودشون و در سیاست‌های خودشون نشون بدن، ولی همواره می‌بینید که ایشون هم تمام مسئولیت‌ها و تمام تصمیم‌گیری‌ها رو بر اساس فرامین ولی فقیه مورد تایید قرار میدن و همواره گفتن که بدون رهبری ایشون و بدون به اصطلاح تأمین نظر ایشون هیچ سیاستی رو ما در هیچ عرصه‌ای نمی‌تونیم پیش ببریم. بنابراین ملت به اون معنا که شما بهش اشاره فرمودید، به عنوان شهروندان مستقلی که میتونن در تصمیم گیری های اجتماعی و فردی و زندگی خصوصیشون شرکت داشته باشن، مفهوم نداره در حکومت اسلامی ایران و در جامعه امروز کشور ما. اگر اینجا و آنجا بخش های از ایرانیان بر اساس موقعیت های اجتماعی، خانوادگی و آگاهی هایی که دارن به صورت فردی تصمیماتی رو در زندگی خصوصی خودشون میگیرن یا فرم زندگیری که فکر میکنن صحیحه رو انتخاب میکنن دور از چشم حکومت اسلامی ایران، این یک بحث دیگه است. اما از نظر حکومت اسلامی ایران، ملت یعنی امت، امتی که تابع رهبری است و تابع حکومت اسلامی است، حکومت شیعه اسلامی در ایران، و میباید بر اساس قوانین اسلامی هم عمل بکنه و وظایف خودش رو انجام بده. خب بله، امت بده تعبیر حکومت از افراد تحت قلمروش امت است، اما این امت بر اساس مذهبی های مذهبی هم تعریف میشه، حکومت تعریف میکنه بخش بزرگی بلوچ های ایران، طبیعی است، علاوه بر ها کرد ها و جاهای دیگه اهل سنت هستن. دقیقاً همین، مشکلی با این موضوع ندارم، همه یکی هستن. منتها حکومتی که ولی فقیه رهبرش هست چطور میتونه به نمایندگی از ایرانی سنی مذهب صحبت کنه که ولایت فقیه رو قبول نداره؟ خب بله، این مسئله هست. شما از روز نخست هم دیدید و همه ما شاهد این بودیم که چگونه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس قوانین اسلام شیعه تدوین شد و چگونه از همون ابتدا بخش زیادی از مسلمانانی که در کشور ما زندگی میکنن و شیعه نیستن به قول شما و سنی مذهب هستن، دارای حقوق برابر با شیعیان نیستن در هیچ عرصه‌ای، در عرصه مدیریت جامعه، در عرصه به اصطلاح فعالیت هایی که در رابطه با مذهب خودشون حتی میخوان انجام بدن. برای این نکته خیلی روشنه که در تهران 15 میلیون نفری سنی ها حتی یک مسجد مستقل خودشون رو ندارن که محل عبادت و محل به اصطلاح به اجرا در آوردن مراسم مذهبی خودشونه. این نه در رابطه با سنی ها که نزدیکترین بخش ایرانیان به حکومت اسلامی شیعه کنونی هستند، طبیعتا در رابطه با سایر ایرانیانی که ادیان دیگر و مذاهب دیگر هم دارند به شدت بیشتری ما هم از روز نخست دیدیم که بهشون زور گفته میشه و حقوق اونها به هیچ عنوان رعایت نمیشه. جامعه بهائیت ایران، جامعه مسیحیت ایران و زرتشتیان ایران، همه کسانی که به نوعی شیعه رو و به اصطلاح قوانین شیعه‌گری که در حکومت کنونی حاکم بر هست و قبول ندارم. بنابراین این خیلی چیز طبیعی است از طرف حکومتیان که همواره بر اساس دستورات شیعه سیستم اجتماعی رو در تمام عرصه‌ها در اختیار خودشون داشته باشن و به همون شکل هم عمل کنن. خب
آقای روزبه عزیز، ببینید بند هشتم این قطعنامه باز همون صحبت ملت مؤمن و ولایت مدار ایران با گرامی داشت و خاطره شهیدان والا مقام، از این موضوعات که میگذاریم میرسه به این که از کارشناس کارگزاران میخواد، یعنی راه پیمایان از کارگزاران نظام میخواهد با برافراشته نگه داشتن پرچم ایمان، جهاد و شهادت برای تبلور راه امام راحل در پرانتز ره که هرچه که هست این ره و شهدای عزیز و تحقق آرمانهای بلندشان که بر پیشانی آن نام مقدس قرآن و ولایت تبلور یافته است از هیچ تلاشی دریغ نکن. حالا این راه امام چه راهیست که در ادامهش بعد از 34-35 سال امسال در طول مدتش هم بوده، از خانواده رفسنجانی بگیرید، مهدی رفسنجانی تا بابک زنجانی از درون این راه در میان اون بماند. اما قرآن و ولایت رو بغل هم نشوندن. خود آیت الله خمینی هم زیاد صحبت ولایت رو نمی کرد. آیه منتظری که بانی ولایت فقیه هست، بگذاریم از ریشه تاریخیش نراقی و بقیه که ولایت فقیر متکنه، این که ولایت فقیر رو تئوریزه کرد و پیشنهاد کرد و همه این کارا بود در پی انقلاب، در کتابش خیلی راحت نمیشته که این چیزی نیستش که ما میخواستیم، این حکومت اون ولایت فقیر نیست که ما میخواستیم. حالا اونی که ایشون میخواستن چه بود و به چه شکل بود، تصوری از عدل و انصاف و این چیز بود. خب این برای به کجا میرسه قضیه؟ قرآن و ولایت بغله هم، آیت الله خامنه ای و قرآن، کتاب مقدس مسلمانان و راه امام راحل در پرانتز ره، اگر ادامه پیدا کنه از درونش چه تضمینی هست امثال بابک زنجانی و بقیه ها و بقیه ها و بقیه ها پیدا نشن؟ بفهم. خواهش میکنم، به نظر من هیچ تضمینی وجود نداره، کسی هم نباید تضمین روی این قضیه بده که حتما قطعا بازنده بازیست. قرار نیست تضمینی باشه به جهت اینکه در طول تمام سالهای گذشته نزدیک به 30 و اندی ثابت شده هر کدوم از این تضمینهایی که اگر کسی گفته و قولی داده نتونسته بهش پایبند باشه و بمونه پایون. اما نوشتن این گونه بیانیه ها، نوشتن این گونه صحبت ها و اظهارات و البته برخی از اظهارات دیگه که به تازگی من میشنوم در ارتباط با همین بحث مسئله حضور آمریکا، مقاومت ایران در برابر اسرائیل اگر اتفاقی بیفته، تلاوی با خاک یکسان میشه و مواردی از این دست، و از جمله در راستای همین بیانیه های 22 بهمن کاملا به طور مشخص یک جور حالا تلاش برای جنگ روانی و تامین نظر داخلی است به نظر من. دلیل خیلی روشن و متقنی هم دارم داشت. اگر این بیانات و اظهارات به مسئله‌ای بود برای وزارت خارجه آمریکا و یا تیم مذاکره کننده در پنج به علاوه یک یا اتحادیه اروپا یا مواردی از این دست، مطمئن باشید اونا بدون عکس العمل باقی نمیذاشتن. اما در راستای همین بحث وقتی اظهارات بسیار تند رهبر ایران شنیده میشه در ارتباط با اینکه ما توی دهن آمریکا میزنیم یا اینکه آنها چه غلطی خواهند کرد، گزینه‌های روی میز اگر باشد چه اتفاقی خواهد افتاد، تلاویو را با خاک یکسان میکنیم و شما میبینید هیچ صدایی از جامعه جهانی در نمیاد، من اینو نتیجه این میدونم که اینها بخشش برای تزریق فضای داخلی مملکت هستش. اما اینکه ولایت و قرآن بغل هم میذارن چیه؟ خب دیگه بالاخره اگر نظرن کجا بذارن قربان؟ این خیلی ساده است دیگه، این حالا برحال این خیلی ساده است که اگر نظرن کجا باید بذارن؟ پس بالاخره وقتی یک حاکمیتی در یک جامعه اساس و خشتش رو بر این مبنا گذاشت که ما نمایندگان خدا روی زمین هستیم، این حرف من نیستش، این حرف بسیار از خود آقایون علمای همین گروه هستن که وقتی میفرمان جریانات فتنه 88 مقام معظم رهبری با کنترل از بالا و پیام‌های از بالا هدایت کردن، یا بارها مطرح میشه که فرامینی که در حکومت اسلامی صادر میشه اساسا فقط نظرات یک فرد نیست، و یا ساده ترین مسئله ولی فقیه کسی نیستش که مردم بخوان تعیینش بکنن، پر واضحه که حالا شما توقع دارید مثلا در کنار قرآن کی رو قرار بدن
آیا مثلا فکر میکنیم مثلا کتاب چه میدونم قانون فلان یا نه، حالا همون لوح مثلا چه میدونم حقوق انسانی آقای کوروش کبیر رو میذارن. پر واضحه که هر کسی معتقد به تا الان حاکمه در ایران ریشه الوهی داره، مطمئنا آدمهاش و اسبابش رو در کنار این قرار میده، چون جز این باشه یعنی 35 سال زیر سوال رفته باید. زمان ما تمام شد. بله، بسیار سوال جالبی بود سوال آقای اردوان روزبه. امیدوارم مسئولان جمهوری اسلامی پاسخی روشن برای پرسشی که مطرح شد داشته باشه. سپاسگزار هستیم اردوان عزیز، سپاس بسیار آقای اعتمادی گرام. منم از شما سپاسگزارم. موفق باشید. خیلی متشکرم. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردایی بهتر، آینده روشن برای کودکان ایرانی، نسل جوان ایرانی، با امید به آنکه مردم ایران به طور عادلانه از درآمدهای ملی خود، سرزمین خود بهره‌مند باشند، چه در بلوچستان باشند، چه در مهاباد و کردستان و ترکمن صحرا و اصفهان و شیراز و همه جایی. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، آسماری کوهساران زگرس، دراک و کوهساران تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.